هشتل شعبی عراق اعلام کرد که پنجشنبه یک تفاهم‌نامه همکاری را با یک شرکت ساختمانی چینی امضا کرده. به گفته هشتل شعبی این تفاهم‌نامه بین شرکت المهندس و شرکت CMEC چین امضا شده. در این تفاهم‌نامه برای همکاری در زمینه تجارت، سازندگی، ساختمانسازی و حتی پروژه‌های انرژی توافق شده. هشتل شعبی دو سال پیش شرکت سازندگی المهندس را تأسیس و به نام ابو مهدی المهندس نامگذاری کرد. ابو مهدی المهندس رئیس هشتل شعبی سال 1398 در حمله پهبادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد همراه قاسم سلیمانی فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران کشته شد. تحلیلگران میگن هشتل شعبی برای تأسیس شرکت المهندس و توسعه فعالیت‌های اون از سپاه پاسداران و بازوی اقتصادیش یعنی قرارگاه خاتم الانبیا الگوبرداری کرده. منذ البدايه كانت فكره تشكيل الحشد الشعبي هي استنساخ لتجربة الحرس الثوري الإيراني. از همان ابتدای تشکیل هشتل شعبی می‌خواست از تجربه سپاه پاسداران استفاده کند. پس از اینکه به واسطه ائتلاف چارچوب هماهنگی توانست کنترل دولت و مجلس عراق را در دست بگیرد، می‌خواهد باز هم با استفاده از تجربه سپاه پاسداران یک امپراتوری اقتصادی را هم تشکیل دهد. یعنی با نفوذ در دولت به پروژه‌های اقتصادی و بودجه‌های عمومی دست سی پیدا کند. تأسیس شرکت المهندس هم اولین مرحله بود تا هشتل شعبی بتواند بخش اقتصادی خودش را داشته باشد، همان گونه که گروه‌های مسلح به یک نیروی موازی با نیروهای مسلح دولت تبدیل شدند. هشتل شعبی می‌خواهد در بخش اقتصادی هم به یک نیروی موازی با دولت تبدیل شود تا جدای از سلاح بتواند سیاست‌های خود را به واسطه پول هم پیش ببرد. ان لم تستطع من فرض الشروط عبر السلاح. روز پنجشنبه و همزمان با تفاهم‌نامه هشتل شعبی با شرکت چینی، فرماندهی ارتش مرکزی آمریکا در خاورمیانه موسوم به سنتکام در مورد افزایش نفوذ چین و روسیه در خاورمیانه هشدار داد. به گفته مایکل کوریلا، چین و روسیه از تأثیرات نفوذ بی‌ثبات کننده در منطقه برای دستیابی به منافع خودشون استفاده می‌کنند. رسانه‌های بین‌المللی هم پیشتر گزارش داده بودند که چین از راه پروژه‌های اقتصادی سعی داره نفوذ خودش رو در خاورمیانه بیشتر کنه. حالا به نظر میرسه هشتل شعبی برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی در عراق درهای این کشور رو به روی پکن گشوده. سوران خاطری، صدای آمریکا، اقلیم کردستان عراق.